میدونستین افرادی هستن که ادعا میکنن مسافر زمانن و در زمان سفر کردن؟ مطمئنم اگه داستانشون رو بشنوین باورتون نمیشه که واقعی باشن و خیلی شوکه کنندن. مفهوم سفر در زمان برای قرنها از فیلم‌های علمی تخیلی گرفته تا روایت‌های واقعی مردم رو مجذوب خودش کرده. در حالی که سفر به این طرف و اون طرف در زمان موضوع حدس و گمان هاست. خیلی از مردم ادعا کردن که در زمان سفر کردن و برای گفتن داستان‌های خودشون برگشتن. وجود سفر در زمان همیشه یه موضوع جالبه که اغلب توسط دانشمندان و فیلسوفان و دیگر متخصصان در زمینه فیزیک مورد بحثه. داستان رودولف فنس. یکی از جذاب‌ترین داستان‌ها در مورد سفر در زمان داستان رودولف فنسه. داستان ظاهراً در سال 1950 در شهر نیویورک رخ داده. همونطور که داستان میگه، به طور ناگهانی مردی در وسط میدان تایم ظاهر میشه که کاملاً گیج و سرگردان بوده. به گفته شاهدان در اون زمان، این مرد به دلیل لباسهای قدیمی و مدل موهاش انگار از یه دوره زمانی دیگه اومده بوده. اون یه دسته سکه قدیمی و چند کارت ویزیت متعلق به قرن 19 هم با خودش داشته. این مرد خودش رو رودولف فنس معرفی میکنه و آدرس خودش رو در خیابون 5 داده بود. وقتی که مقامات این آدرس رو بررسی کردن، متوجه شدن که این آدرس متعلق به یک رودولف فنس در سال 1876 بوده. بعد از بررسی بیشتر، مشخص شد که فنس در سال 1876 در شرایط مرموز در همون مکانی که در میدان تایم ظاهر شده بود، درگذشته. و بعد از 70 سال ناگهانی ظاهر شده. بخش جالب داستان این واقعیت بود که این مرد لباسهایی می‌پوشید که تقریباً 70 سال از رده خارج شده بودند. پرونده فنس در چند وقت اخیر به عنوان نمونه‌ای از سفر در زمان به طور گسترده منتشر شده. با این حال داستان داره که چندین تناقضه. خیلی از محققان سعی کردن که اون رو بررسی کنن تا بفهمن که آیا واقعاً یه رویداد سفر در زمان بوده یا نه. در حالی که برخی از مردم معتقدن این یه داستان واقعیه، برخی دیگه معتقدن که فقط یه افسانه است. تا من یه ماجرای عجیب دیگر رو تعریف کنم، این ویدیو رو لایک کن. ماجرای اندرو دی باسیاگو. اندرو دی باسیاگو ادعا میکنه که در دهه‌های 1970 و 1980 در پروژه بسیار محرمانه دولت ایالات متحده به اسم پگاسوس شرکت داشته. باسیاگو معتقده که اون بخشی از یک آزمایش سفر در زمان بوده که به اون اجازه داده که به آینده و گذشته سفر کنه و بر اساس روایت باسیاگو اون به زمان‌ها و دوره‌های مختلف تاریخ از یونان باستان، دادگاه‌های کملوت، جنگ جهانی دوم و قرن 19 سفر کرده و چندین بار با شخصیت‌های تاریخی مثل ابراهام لینکلن برخورد کرده. یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های روایت باسیاگو اینه که ادعا می‌کنه به سال 2045 سفر کرده و خود آینده‌اش رو ملاقات کرده. به گفته باسیاگو، دیدن آیندهش تجربه عجیب و وهم‌آور بوده و احساس می‌کرده که به بُعد دیگه‌ای وارد شده. اون همچنین ادعا می‌کنه که دنیای آینده خیلی متفاوت از امروز بوده و دستگاهی به او داده شده که می‌تونه اون رو به زمان‌ها و دوره‌های دیگه‌ای تاریخ ببره. در حالی که روایت باسیاگو فریبنده است، اغلب توسط شکاکان صرفاً به عنوان یک داستان رد شده. با این حال، باسیاگو استدلال میکنه که مشارکت اون در پروژه پگاسوس گواهی بر ادعاهای اونه. با این اوصاف اون همینطور تصدیق میکنه که شهادت اون به تنهایی شواهد کافی برای اثبات وجود سفر در زمان نیست. تجربه رون مالت. رون مالت یه فیزیکدانه که یکی از معدود افرادی در جامعه علمیه که آشکارا به امکان سفر در زمان اعتقاد داره. مالت ادعا میکنه که بعد از مرگ پدرش در اثر حمله قلبی در زمانی که اون تنها 10 داشت برای مطالعه فیزیک الهام گرفته. اون بعدن شروع به مطالعه نظریه های آلبرت اینشتین به ویژه پدیده فضا زمان کرده. ایده مالت برای سفر در زمان از مفهوم لیزر حلقه‌ای سرچشمه میگیره. ایده اون این بود که اگه یک لیزر حلقه‌ای به اندازه کافی قدرتمند و با سرعت بالا به چرخونیم، میشه قطبش پرتوی لیزر رو تغییر داد. با انجام این کار اون معتقد بود که میشه یک حلقه بسته در فضا زمان ایجاد کرد و امکان سفر در زمان رو فراهم کرد. اون بعداً در سال 2000 مقاله نظری درباره ایده خودش هم منتشر کرد. در حالی که مالت به طور فیزیکی در یک آزمایش سفر در زمان شرکت نکرده، ولی همچنان مشتاق امکان سفر در زمان بوده. اون به کار بر روی نظریه خودش ادامه میده و چندین سخنرانی هم در این زمینه ارائه کرده.
آیا شما این داستانا رو باور کردین؟ به نظرتون حقیقت دارن؟ توی کامنت ها نظرتون رو بگین. راز جان تیتور. جان تیتور بدون شک یکی از جنجالی ترین چهره های جهان در سفر در زمانه. تیتور ادعا کرده که یک مسافر زمان از سال 2006 که به سال 1975 سفر کرده بود تا یک IBM 5100 رو بازیابی کنه. کامپیوتری که اون ادعا میکرد برای اشکال زدایی سیستم های کامپیوتری در زمان اون ضروری بود. داستان تیتور برای اولین بار در سال 1998 در قالب پست هایی در انجمن های اینترنتی متعدد در اینترنت ظاهر شد. تیتور توضیحات مفصلی از جدول زمانی خودش ارائه کرد و آینده تاریک رو توصیف کرد که در اون جامعه به دلیل یک جنگ داخلی ویرانگر فروپاشیده بود. پست های اون اغلب رمزآلود بودند و گاهی اوقات دنبال کردن اونها دشوار بود، اما توجه زیادی رو در فضای آنلاین برانگیخته بود. بسیاری از مردم هنوز در مورد صحت ادعاهای تیتور بحث میکنن. برخی بر این باورن که اون یک مسافر زمان واقعی بوده، در حالی که برخی دیگه معتقدن که این فقط یک فریبکاری مفصل بوده. صرف نظر از تحقیقات متعدد، هویت تیتور هنوز فاش نشده و ادعاهای اون همچنان یه رازه. در حالی که شواهد وجود سفر در زمان هنوز به طور گسترده در جامعه علمی مورد بحث و اثبات نشده، گزارش های افرادی که ادعا میکنن اون رو تجربه کردن هنوز جذابه. داستان های رودولف فنس، اندرو دی باسیاگو، رون مالت و جان تیتور در طول سالها محبوبیت پیدا کردن و الهام بخش کتاب ها، فیلم ها و برنامه های تلویزیونی بیشماری هستن، در حالی که هر یک از این روایت ها ویژگی ها و بحث های خاص خودشون رو دارن. اما نشون میدن که پدیده سفر در زمان یه مفهوم جذاب و معماییه. سفر در زمان و ماشین زمان و موضوعات مشابه همگی وابسته به قوانین و نظریات فیزیک هستن که قرار بیشتر این مورد رو بررسی کنم. همراه من باشید و ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.